ایام تبریک زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین در اوین و سایر زندانها به مناسبت آغاز شستومین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران انهم فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا و ربتنا علی قلوبهم ازغامو در روزگار یعص و سرخوردگی پس از سال 1342 در دیکتاتوری سلطنتی و فضای پرسشالود چه باید کرد سه بمب شکن که به سمت سوی توحیدی و اراده تکامل بخش حاکم بر جهان هستی ایمانی استوارتر از دماوند داشتند برخواستند و عزم جزم کردند تا پس از کسب صلاحیت های لازم مسئله مبارزه در ایران را حل کنند مبارزه برای استقلال و حق حاکمیت مردمی هنیف و سعید و بدی زادگان در پانزده همه شهریور چهل و چهار گروهی را بنیان نهادند که چند سال بعد سازمان مجاهدین خلق ایران نام گرفت از قدمهاشان صدای پای انقلابی نوین برای ایران فردا می آمد. ارمغان آنها کاشت بذر صداقت و فدا و یگانگی و پاکبازی و رهایی بود کاشته آنها پس از گذشت سالها و سرفصلها به شجره طیبه و تنومند کنونی تبدیل شد سالیانی پرفراز و نشیب و پر ابتلا با شهیدانی بسیار در دوران شاه و شیخ این سازمان در روند تکاملی و در پرتو دیدگاه های توحیدی و ضد استثماری خود و به یمن رهبری پاکبازش به انقلابی درونی و یگان ساز دست یازید که نوید بخش تعولات بیرونی و انقلاب اجتماعی نوینی برای مردم ایران می باشد که تلیه های آن از همکنون پیداست. سازمان مجاهدین گنجینه است با مقاومتی خونبار و اصل فدای حد اکثر با زنان و مردانی وارسته از فردیت و جنسیت بی به شکاف سنی چند نسل زبان یکدیگر را کاملا میفهمند و در کنار یکدیگر مبارزه را زندگی می کنند و هیچ مانعی صد این را نتواند شد با رهبری زنان و بیواهمه از طولانیترین و ترین و, و خونینترین مسیر به پیش ورود به شستومین سال حیات این سازمان را به مجاهدین و به خلق قهرمان ایران تبریک میگوییم با درود به همه آنهایی که بار سنگین رسالت آزادی ایران را به دوش دارند زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین شهریور 1403